صفایی شهر. یک سلام خدمت تمام کسایی که بارمان افم هستن. امید است که روز سه شنبه را به خیر و بافیت آغاز کرده باشین و در هر کجایی که هستین خیر دم رایتان باشه و خداوند یار و مددگارتان. آمین. از گزند روزگار دور باشین و در برنامه صفایی شهر باشین و با شهرداری و کارهای شهرداری امروز با شما خواهد بودیم. شماره تماس از 0777-981-981 0799-22-22-29 به 456 هم میتونین پیام بگذارین، کلیدی 1615 فشار بتین، پیامتان با ما میرسه و صفحه فیسبوک آرمان فیمون به خدمت شماست. صفحه شهر از آرمان فیم بفرمایید. سلام صبح دان بخیر، همچیده خمچیل دارن و یک سلام خدمت دانشجویان صبح همکارای عزیزتان. ما بریال شفیزاده هستم از ولایت کابل، از نای 16 به تماس شدیم. بفرمایید برادر، چی مشکل است؟ همیشه کن ما دمی لب دریا سمتخانه نای 16 میشینیم، امی شاروالی کابل دریا را پاکاری کردن، از پل مگریان به طرف شهر پاک کردن ولی از پل مگریان به طرف پل شرخی پاک نکردن. شما بین امی زبالا و کسافات را ببینین و شاروالی کابل در سال 89 امی دیوال دریا را اعمار کردن، دیوال استنادی را و امی خاکایی که از تالا بزی کردن داخل دریای را خالی کردن و اگر دریا بیاد او بغل پاک شده این بر بند است، امکان داره که خانه منطقه را کلش آسیب پذیر باشه، آسیب پذیر هستن، اینا را کلش آنها در جریان باران و بالا شد و تخریب کنید سهره. زنده باشین برادر، ما مشکل شما را گرفتیم، امروی مسئولینش به تماس میشین. تشکر هم شده. صفحه شهر از آرمان فیم. سلام علیکم. علیکم سلام، صبح شما بخیر. بله بفرمایید، برنامه صفحه شهر است. از ولایت غزنی به تماس شدیم. بفرمایید. در ولایت غزنی که امنیت نیست، قسم که نگم نگه طالبا و شو جمع نمی کنه، بیا که ما گذش رسید شده شانتون دون رسید مره به مردم و شو جمع نمی کنه، قسم که نره و به زور از کشی می گیره و زنگ می زنه برش یک منطقه جا اسم رو یه پول بیارن برای ما بزوی که می بری برای تو رسید مره کل خوروانا خبر بره ولی پیش ما خود می کنم و نمی کنم. موضوع تانا گرفتیم، سر این موضوع طلوع نیوز کار کرده میره. لحظات بعد سیما جان تمیم امید از ولایت غزنی رخ میکنن و ببینیم که امید در غزنی چی کرده، با شما میگن. باز سلام صبحتان بخیر. سلام صبح بخیر، خوبستیم دارتون؟ بخیر و وافیت، روز بخیر. زنده باشیم، اسد کبیر هستم، از نوی یفت شهر کابل براتون زنگ زدیم. میره بانی سیب دانشجو صبح، ما از می طبق معمول کمگی شکایت دارن از می آب و هوای آلوده بسیار خراب شهر کابل. بله. شکایت داریم بخی والا کلگی سه اتا روزانه چند نفر جانهای خود از دست میتن به اثر آلودگی هوا. راست میگن، حقیقت است. ما از می خانه تا لب سرک به خاطر موتر که می تنفس میکنی، کسی که سیگارت بزنه دود کش کنه اونو قسم داره زغال سنگ. کاش که دود سیگارت باشه، دود زغال سنگ درون یک چیز می آید پایین میشه. به خدای از این دولت آدم از کدامش شکایت کنه؟ از برقش، از آب و هواش، از امنیتش، از اقتصادش، از بیکاریش. بر از یا خوب نام ماندن که یا دولت هستن. خیر ببینید، به خدا از اونم یه آدم و نمیفهمه که با شما بگوین، شما نمیفهمه که هیچ کس امیدوار چاره زیر تار نیفته. هرچی که بر شما گفته میگه که یه تار از اوه تار از مقصد اثر خود تیر میکنه. در هر خانه، در هر خوره اصل خود برق تین کنه نمیتونه، تمین کنه نمیتونه که به همه که برق برسونه، که دیگه کس زغال سنگ نسوزونه، دیگه کس پلاستیک نسوزونه، دیگه کس موبایل سوخته نسوزونه به خاطر بیچارگی و غریبی که داره. بله. خصوصا با دوی منطقه که ما میشینیم، در بالای سر ما مردم است که در کو زندگی میکنن، اینا هر چیزی که میسوزونن همگیش به خاطر که دوا سرد میشه، امی دود و مرض هر چی کس کلش در زمین میشینه، کلش این پایین میشینه و ببینید در یک فاصله 5 متری در متری نفر دیده نمیتونه یک قدر دود و غبار و آب و شتل شده بسیار زیاد. خیلی ممنون، زنده و سلامت باشید، موضوعتان یاد شد. سلام و صحبتان بخیر. سلام دانشجو، صحبتان بخیر. بخیر و وافیت، روز بخیر. دان سلامت باشین دانشجو صاحب، ما یک باشندای سر کوتال هستیم، یعنی مدیر صاحب ترافیک ابو وین کی امی
موترهای کیسری کوتاه من همینطورم کردم توجه داره یا نداره؟ موتر از کدام سو؟ ایسون کوتاه که میاد سفرهای شمالی. چه رقم است؟ بگو که امور ما امور رقم بگویم برش. ادامی چورای شمالی که نمیزو بند است تا تانگ تیلکسونی 315 میری. آخرم دید یک تا ترافیک نیست کلی موترهاش داده سوری بالا داره. یاداش کردیم. یاداش کردیم شاروالی رسیم و جان زنگ میزنه. حتما زنگ میزنیم. امروز روز شهرداری هم است. بله. نوراغا شیروزه میگه که از قلعه زمان خان میگه که علاقمند رادیو شما هستیم. رادیو شما در دی سبز و در رای بگرام ضعیف است. ما که طرف بگرام میریم تا یک سه کار میکنه بعد از او کار نمیگه نگمی مشکل برسانی که اونجا فعال شوه. و در مورد کوتی سنگی دوست دیگه ما گفته که پرسان کنیم که چرا قبی توجه هستند دیزی موترهای آسانه که در جای دل شان شد موتر ایستاد میکنن و نفرارم با اینو بالا میکنن. و عمر مختارم گفته که اگر سرک فرعی که از شیرپور به سرک پانزه وزیر اکبرخان وصل میشه بسیار حالتش خراب است. اگر شهرداری امکان قیریزیش نداره اما این سرک اگر اموارم کنه خوب خواهد شد. ما امروز صحبت میکنیم امروزشان که چی میگن؟ سلام و صحبتان بخیر. سلام علیکم. و علیکم السلام. آبا خیر و وافیت روز بخیر. روز بخیر باشه. جمشید است مدار از ولایت غزنی تمام شدم. از کجا؟ از ولایت غزنی. از ولایت غزنی مهربانی قربان. آقای دانشوار صاحبی چی حالا چی رو به دیمی طالبا مالیه گرفتم میره در خستله که دکان دارم. این میتره روز از این می صاحب کلای ساز نگه مربوط از اول میشه دیگه یک دکاندار این امنیت ملی بخش برده بندی کرده به خاطر که میگه مالیه نپه تو که مالیه نتی خشته و کنه کل مردم بزور از توش میگره امروز نتی سبکی نه قد خطون میزنه زن با موبان بکار مردم ها رو میزنه نگه چه ده مالیه نمیزن اشته میشه آقای دانشوار گزارشگر ما آمده در شهر غزنی است کت قماندان هم میبینه کت والی هم میبینه کت کلگی میبینه که رای حلش بسنجه و یه خبر آماده بسازه که وزارت داخله و دیگه ارگان ها خبر شوه. محمد اکرم گفته که از این شهرک امارات بپرسیم که چطور شد این محفل که گفته بودن میگیریم اینمای جدی هم رو به خلاصی است. و ناصر افغانی گفته از غزنی که مشکل داریم از سایه قلعه قدم اینجا میگه در روز روشن دزدامه و خانه مردم هم میزنن امرای مقامات به تماس شوید. فرهاد نوابی هم گفته که مشکل ناهی 11 در جایش مانده کلاب مشکل اما مشکلی که گفتن درخت ها را دزدی میکنن درخت دوزا قطع میکنن میبرن درخت های روی سرکه. بله بله ما چند بار به مسئولینش رساندیم اقدام نکردن اما عکس و تصویر هم منطقه و هم درخت زنی چه اگر بر ما رایی کنن خب بیخی نور الان نور. سید نور آقا شیمی هم میگه که در ولایت در قریه پیرزاده مدت 10 سال میشه که برق ندارن و تا نوز پایای برق هم نامده که دیرو صحبت کردن فکر میکنم به همیشه انشالله که مشکل حل شده. با شما هستیم و با تلفون هایتان. سلام علیکم. و علیکم السلام. دانیستان جب جورتون بخیر هستیم. زنده و سلامت باشی روزت بخیر. روز شما بخیر. صحبتان بخیر. عبدالمالک از مزار شریف زنگ زده. مهربانی مالک جان چی گپ از مزار شریف؟ خیر خیر از صاحب آقا خوب از سنمی و دانشگاه سب از این پودری ها بیخی ما ده هزار شده این بودی بله او خوب کل افغانستان به عذاب است یک مزار نه حال اینه می جب دانشگاه جمعی روز سودا میشه آه بیخی برالا صدا میکنه سودا میکنه اینجا دین رو موتر استاد کنیم که از اولی که برام این سای کنیم دوتا تایرش نیسته تایره بردن تایره واقع کده بیغم بوده که دا که از اولی برانی سای کنیم تایر مای نیسته که سای میکنیم موتر چطور زوره زیاده رسیده عجیب با خدا اینه میره مدام یک چی کنیم دانستان سای ایره که قماندان امنیش گپ میزنیم گپ میزنیم ایره سیما جان گپ میزنه برش میگه با شما هستیم با تلفون هایتان آی صاحب سلام و صبح بخیر و علیکم سلام صبح شما بخیر دانش هستم چی حال داری خوب هستی صبح شما جانم بخیر خوب هستین بخیر باشی چی رقم شب در کجا شیشته بودی یک رقم محفل بود چی بود یک جشن فراغت بود دانش هستم از طرف شب جشن فراغت رولای تیبوری بود بله دانش هستم امی ولایت فرا خب این قدر اذیتش خراب شده که از یک کیلومتری به اون طرف
از یک کیلومتری شهر بزو طرف همه که به دست طالب است. دولت هیچ کار کرده نمیتونه، مکمل صلاحیتش مکمل مکمیش مکمل امرش به دست طالب است. این قدر وضعیت شهر فراه خراب شده که هر قریب به سقوط مواجه میشه. ادار شهر کرد همین صدای ما را آواز ما را نمیشه به رئیس جمهور برسانی که بگویی که آیا همین ولایت فراه از جمع افغانستان است یا جمع دیگه کشور است. موضوعی تقریم آی سیب گرفتیم، آی سیب گرفتیم، چهارشنبه سر از این گپ میزنم. به ارتباط مشکلات دیروز از ماش مامورین که گفتن آوازه است که ماشایشان اضافه میشه، وزارت مالیه رد کردن، گفتن تا حالا کدام تصمیم در این باره گرفته نشده. و به ارتباط ماش مای جدی کارمندای دولت گفت که تو ما آوازه شنیدیم که میگن منتظر بودجه جدید است، و گفتن که منتظر بودجه جدید نیست، ما پول داریم اما قبول کافی داریم که ماش مای جدید را حواله کنیم. از این درک اطمینان دادن. و به ارتباط بیروبار کوتی سنگی و پلسرخ آقای امینزی رئیس بناهی سوم امروز صحبت میکنن. مشکل برق ما، برق که یک شنونده ما از خواجه رواش داشتن، یک مشکل جدی بود. رئیس بنا را پیش خود امروز خواستن که مشکلشان حل کنن. و مشکل قلعه زمان خان بود که دوزادوزی زیاد است، به 119 رسید و اونا هم جدی در تعقیبش هستن. از قلعه وزیر چاردی ناحیه 6 گفتن کثافات زیاد است، به آقای بهزاد رسید. و مشکل آب زیر منار 40 ستون بود که انجینیر سه لگزای امروز صحبت میکنن. و به ارتباط سرکا، سرک قلعه زمان خان و بدل آشی ترافیک و یک چرقلعه چاردی را گفتن که کوچه ای است به نام کوچه مادر وزیر، زیاد جمع جور کردن مردم سر به خود. و می موضوعات و بعضی موضوعات را که ایمیل شده با آقای سلطانی امروز صحبت میکنن دربارش. بسیار خوب. سلام و صبحتان بخیر. سلام. سلام و صبحتان بخیر. علیکم سلام روز جان. ما از روز تستمخ که میلوی شکایت ورانده او بیخی زمان تاسو یو غد بو وانه وریدو زمان یو پرید وانه وریدو زمان وانه وانه ما شمان وریرو نمیدی اخپل بچین میدی یخ یخ نیتا پراتیزی یو که پروزی پسی راندیگو او زمان دقا که خلق را بانی زالی من چی بطول نارینا زمان در پداره دی تو کورونو که نشتا ده یو کامی ولسوالی تیو زنگو واخی ده واخی کامی ولسوالی نه دقا خلق یو پرد تاک ایست تاک ایدینا چې ډېر ظلمکار اختطاف والا دي د چا په وسه نه رسېږي بغیر د خدای نه چې په مردار بوټي د خدای هم وسه نه رسېږي. ورور زما فریاد واورئ، ما نشه نه پوښتنه وکړئ، زما یو اقرار واورئ تاسو چې ما تاسو ته غلطه خبره وکړه. زما ټول په ټول ننګرهار کښې زمونږ دا خبره خلکو اورېدلې ده چې دغه خلک بې ګنا دي، بې ګنا دي. حکومت چې ډېر روم دی حکومت د چا فریاد نه اوري او نه د چا خبره اوري. ورور جان زما دا فریاد وروره تاسو خدای ته او تاسو ته ما کړی زمونږ ارز واخلئ. ما تاسر د تاسو نه مننه. دانشجو صاحب امریزی خانم تماس گرفتم، مشکل شه شنیدم از طرف خسرانش یک تهدید است. باز ما می شمارهشان به بخش تلو نیوز دادم. امروز دوباره هم روشان صحبت میکنم که آیا موضوع از ایران را تعقیب کردن. ایره سیما جان، ایره که چی گپ میزنی که قماندان امنی جلال آباد آقای رحیمی؟ اونا خو تلفنشان همیشه خاموش است، به خاطر که یک مشکل بود که باید طلوع مداخله میکرد، امروزشان صحبت میکرد. از او خاطر به طلوع نیوز دادیم، امروز دوباره تعقیبش میکنم. به زیار میدادی. با شما هستیم با تلفنایتان. سلام علیکم آقای دانشجو. و علیکم السلام، صحبت بخیر. صبح شما هم بخیر. آصف هستم از ولایت قندوز، رسوالی خانه با شما را بزن ساختیم. بفرمایین آقای دانشور. ما دوستم وظیفتی و متنه دوایه رسیم متین قماندان متین برای قماندان متین سیل اگرفه از ما گرفت. آقای وظیفتی ما را نمیمانه با آقای وظیفتی هم میده به ما سیل اگرفه بکید. دیگه همی که قماندان متین یک دار شادی پیدا کده دیگه هم بند کفله که ما را گرفت شادی شپا کده روی زمین این زوخ کده بود. دیگه از دیست از اینا ما را تکلیف هستیم چی کار کنیم؟ ایده کدام منطقه است؟ خانابات؟ خانابات، خانابات بله. ایت پول برای چی داده بودی؟ سند مند چیزی گرفتی؟ ایت پول به خاطر از این گرفتیم. بچه ما را گرفت، بچه ما در ترکیه رفت. چی شده؟ آواره که در رفت موترسیکلش از سوکی گرفته بود تا دیگر دیگر را گرفت که بنام این کیاری گفته بچه این حدیث تومت بچه که دور گرفت زد بندی کد میکش ما را پیسا دادیم و رفت آلی آجی پتی چیز کنه که دمو سیر اگرفه دمان بکی. اوه اوه چی حال است؟ اما شادی را نمیشه که رایی کنی باقه وش؟ یعنی شادی را برو سه که دانشان سه افتر را رای کنه به زن بزن برو
کمی شادی چرا خواهد کم تکرار ما به کچه حدیث ازیم آرام نیسته حالا مو شادی رو بزنی حالا چی کنه کنی زور ما داری میرسه به چیز الله آه زور راستی مسئله زوره این رو گپ میزنه سیما جان که قماندان امنی چی که اول شادی شد دوم پیسی شد نور محمد هنرجو یعقوبی کدام مشکل مخفی داشتن شماره تماس تان در فیسبوک ماندین ما براتون زنگ زدم تلفن تان خاموش بود خاموش بود خو صفای شهرار منفه سلام علیکم جور بخیر جانتان جور بخیر بافی از روز بخیر دانشیار صاحب ما از منطقه بی محروب تماس شدیم ما میجا در سالان کمربند بی محروب هست امیجا بسیار به تکلیف هستیم امیجا یک پلیس هست همیشه وقتی استاد میباشد یک کمربند هست 20 دقیقه 10 دقیقه 2 دقیقه 3 دقیقه قطار موتر سلامارکی کنم موترها قطار نمیگل سو که ما حتا دکاندار هستیم میریم 10 دقیقه 15 دقیقه اینجا منتظر میمانیم هر چیزی سعی میکنیم میگی که از نه قماندان طولای دقیقه شد سرق مردم به تفاوت علیا چرا سلامارکی میکنن؟ این قطار موترها سلامارکی میکنن میشنه نا قدش قسم میکنه همون جای اون نفرای هم توریست های مخفی آمد سک ایچی تا کسی نیست که از جا پرسان کنه اول همونجا سعی کنید ده شما نزدیک ببینید چه قدر یا سرک خور ساختن دو موتر و مشکل یا در سرک عمومیستن یا در سرک که سنه مکرویان چار میری در اوستن نه در این سرک عمومی که از سرک میدان و ایک میگه همینجا که یک چکپاین قوی انداختن یک چکپاین دست ها در این سرک فرعیش بله دانشی هستند همینجا سرک بسیار خود ساختند نیم ساختند آه نیم ساختند دو دانه پولیس هستند دو دانه پولیس هست استاد میگنه که اون سوال هم که تیر میشه سوالی والا که در جایز ریموچی میکنه دو دانه قطار موتویشون هم قطار میشه ایشون هم قطار میشه این بسیار میمان داره سیره باید سیره مربوطه شما نزدیک ببینید یک پولیس از قدقش پختی یک چند وقت می کمربند چاره مسعود هم بود اینجا ما تو میکرد اینجا ما مردم صدای خدا به زودتر بکی برسانیم دکاندار مردم کاریگر مردم بسیار و مشکلات مواجه هست دیگه او صحبکی روی خدا نشه در ریماچی ریش پاک میشه سیما جان ایره کته قطعه مربوطهش گپ میزنه بله بفرمایید صفای شهر است بله سلام خوب بخیر خوب هستین صبح شما بخیر زنده باشید. من از کارمندان انستیتوت ملی نیمان که مجرد دوزه شش میشه با شما با تماس شدم. ما قبلا درباره مشکلات امنیتی که در جریان گذاشته بودیم فضل خدا سوال کدام نتیجه مثبت به دست نوردیم مگر یک مشکل دیگه که پیش شده در انستیتوت نیما با مشکلات کثافات رو برستیم کثافات به اندازه زیاد است چون انستیتوت نیما که هست بسیار کلان سیاه زیر زمین است یک قسمتش کاملا از کثافات و چندین بار چارواله این کثافات در کدام قسمت است در داخل عزیز در بیرون عزیز در کجاست آه بله این در داخل نیماست در داخل نیماست چندین بار و بخش نایه کابل مراجعه کردیم مگم هیچ اقدام صورت نگرفت دو ماه قبل از مربوط نایه چند میشن؟ مربوط نایه ششم میشه آقای دانشیار نایه ششم ما که در حساب تنظیم گپ میزنیم که موتر خودمو جرایی کنه خب ما چندین بار برواز گفتن که ما موتر کثافات روان میکنیم نه نایه نایه کثافات مگم هیچ اقدام صورت نگرفته سوال سیل ما گذاشته مگم مربوط نایه هم نمیشه که در حساب تنظیم گپ میزنم ارتباط مشکل امنیتیشان ما امرای رئیس اعظمی انستیتوت صحبت کردیم گفتن که اینا باید یک غریزه کنن به نظم عامه و اونا برشان توظیف میکنن یک گاردای را که به خاطر امنیتشان اینا میخواستن که پوسته همکاری کنن و گفتن که یک قسم قانون نیست او آدم دیگه که سر خود گرم کرده بود او چی گفت که مخالفین در داخل افغانستان است اما که سر خود در پیش بخاری گرم ساخته بود گفت مخالفین در داخل افغانستان است و بلی از خدا امی کل دنیا میگه که مخالفین ما خارج از افغانستان در مرزهای پاکستان و در پاکستان است اما آقای گیلانی دیشب از طریق میدیا گفت که مخالفین در داخل افغانستان است ولا کل مردم همی کل اگه میگفت که میگه پا چرا زده چرا زد سیمو جان بگو یک چیز از خدا بترس چرا زده من چی بفهم شما بگوین چرا زد حالا ما هم نمیفهم ما خو مخالفین هم از همی هر کس که شنیدیم گفته خارج از افغانستان است کدام چرخه بیست گوته نباشه گفته سیما ولا بادم یک رقم میشه به خدا که خودتان تیشه تان هم میگرین و در پای خود زده میرین
بر دنیا سنت میتین شما با شما هستیم و با تلفون هایتان صفای شهر هست آرمان فر بله سلام علیکم وعلیکم السلام و صبح بخیر دانشار چطور هستین سرتون خوب جور هستین بخیر هستین شکر زنده باش دانشار سلام لنبر شخصی شما را کار داشتم اگر بسیار مهم بود میرسد که دارا شما تا لیت بینه گفتین خو خی بگو خیر هست ولی خانه نمیشون وقتی باید گفته شد توت دارا میشه که شما ریتان روان میکنیم برتن تشکر روان میکنیم قربان شما جلجلک داره گفت از او خاطر محمد بشیر هم گفته که یکی دو روز میشه که در قلاچه به ویران کردن غرفه ها شروع کردن بشیر گفت بله و یک مشکل دیگه گفتن داره این مزولتی عده خوست تاکسی ها در بین سرک استاده میشه و تمام را را بند میکنن خیلی در کجا استاده چه؟ خود جای مخصوصت من دارن که میگن بله با شما هستیم با تلفون هایتان صفای شهر هست آرمان فهم سلام و صبح کتان بخیر صبح شما بخیر آقای دانشجو بخیر و بافیت باشین روز شما بخیر میخوام مخفی گپ بزنم مخفی؟ برتان زنگ میزنیم خیلی خیلی زنده و سلامت باشین سیما بعد از برنامه برتان زنگ میزنه اگر یک کار آجل میباشه بازه تو بگوین که آجل است که ما یک رایش بسنجیم چون یک نفر کم داریم خدا شفا بتشه دیگه از او خاطر اعلانات بازرگانی با سوال 4 5 6 و بیگ بیار جواب بدین برنده 1,000,000 افغانی شوین براتشی بزرگ 4 5 6 و بیگ بیار انرژی درینک با یک تماس برنده 1,000,000 افغانی از طرف بیگ بیار انرژی درینک شوین اولین فضانورد افغان چه کسی بود؟ 1. عبدالعهد مؤمن 2. عبدالهادی مؤمن همین حالا با 4 5 6 با تماس شوید و کلید 1,7 را فشار دهید تا شامل قرعه‌کشی شوید بیگ بیر قدرت را احساس کن 100% حلال همه روز از چگونگی وضعیت آب و هوای کشور آگاه شدید با 456 زنگ بزنید کلید 113 را دایل کنید بیگ بیر قدرت را احساس کن 100% حلال صفایی شهر سلام و صبح بخیر مرجانه گفته که با افتاد کاری ندارم سایه تو کافی است که بالای سرم باشد از این نو در پیوان کن حال فعلا که ما نیست یک وقت بیان سلام و صبحتان بخیر سلام علیکم و علیکم السلام قدم قراری سنگ سلام بخیر و بافیت روزت بخیر زنده باشید دانش آرتم از غزنی شما زمت دارم شما رای خود کار داشتیم رایی میکنیم برد رایی میکنیم برد سلام و صبحتان بخیر نزدیک بگویم صبحتان کافیست الو بله بفرمایید بله سلام و صبحتان بخیر بله بله مشنم صبحتان بخیر بله دانشیار سب سلام علیکم صبح شما بخیر صبح سیما جان بخیر خوب هستین آمی ربانی سب دانشیار سب این موضوع شبکه های مخابراتی ده که در ولایت کندوز غیر فعال از این چندین بار ما تماس گرفتیم و این مشکلات بله این مشکلات ما مطرح ساختیم سن پیگیری نشد و این نیروهای امنیتی یا مقامات در ولایت کندوز سن پیگیری نکردن ای تا چه وقت غیر فعال می باشه این بسیار مشکلات جدی را برای مردم ولایت کندوز وزارت امور داخله گفت که تا زمانی که ما نتانیم تمام نقاط از مخالفین پاک کنیم و آزاد کنیم پایه ها را نمیتانیم امنیت چه بگیریم به این خاطر است که اونا این مدمی حالا نوز هم ماندن و او خساره را نمیتانن بله سلام علیکم و علیکم السلام و صبحتان بخیر جناب دانشیار سید سلام علیکم بخیر باشین تو به شما بخیر خوب هستین مهربانی قربان از کجا گپ میزنید خوب است خواهر ما سیما جان همگی با دعای تو شکر زنده باشی جناب غیر حاضر هم چطور است غیر حاضر صاحب دیگه مریض است والا لطفتان است مهربان است صاحب از ولایت غزنی زحمت تان دادم صاحب بفرمایید صاحب حاجی عبدالفتاح هستم از ولایت غزنی یکی از مارکت داران شهر ولایت غزنی هستم فتاح جان مهربانی تشکر و لطفتان است همون جان
ما سر یک مشکل داشتیم، اینمی در حدود دو سال میشه که پیشروی ما قماندانی سارندوی است. ما خود ما یک مارکت دار هستم به حدود 36 دکان ما در این یک قلف است. چرا قلف است؟ میفهمی که ما جان چرا قلف است؟ امیرای ما رو بسته که در قماندانی سارنده امیرای عمومی ما را چند دفعه ما پیشنیاد یا عریضه و چیزا کردیم چون به ایسا هیچ غوری نشد. بالاخره همی دکاندارای ما دکانا رو تخلیه کردن. فعلا ما به حالت سکوت معاجز هستیم. خود ما در سعودی سرمایه گذار بودم، اینجا آمدم یک سرمایه گذاری کردیم. همی سرمایه گذاری ما سر بخی به حالت اگر اجازه تان باش همی شماره شما را به مو گزارشگر ما که در غزنی است به مو تمیم حمید بتیم که همراه شما مصاحبه و گپا داشته باشه. لطفتان است اگر مو شماره انا رو برام مسج کنین ما میتونیم که این کارام کردم میتونیم این کارام میکنیم اون کارام موفق باشه. بخیر باشه سید. شما را برای امید رایی میکنیم. امت الله امینزای رئیس نایی سیم روی خط تلفون هستن. آقای امینزای سلام و صبحتان بخیر. بسیار تشکر آقای دانشار. سیما جان صبح شما و سمیش نایی بسیار عزیز شما در برنامه صفای شهر همچنان بخیر. بخیر باشین. به ارتباط کوتی سنگی و پلسترخ گفتنی هایی داشتین میشه بگوین. بسیار تشکر میکنم از شما و از دوستایی که در این باره یاداش مانده بودن درباره پل سرخ و درباره ساحه میرویس میدان. به شک نیست که شهر کابل در اواخر با ازدحام بیش از حد ترافیک مواجه است و کوتی سنگی یکی از جمله نقاطی است که در اینجا همیشه مردم مشکلات از یادرس داشتن. تقریبا 4 هفته پیش دیسا همکارای عملی کم کردن ازدحام و کاهش ازدحام و دیسا شروع کردیم. تنظیم ازگاه ها، تنظیم دستروشان، تنظیم کپه ها و همچنان ویترین‌دارایی که از دکان ها بیرون ویترین های خود مانده بودن شامل این پروسه بود. بخش اعظم کارهای ما در این ساحه تکمیل شد. شاید دوستای داشت داشته باشن کسایی که از این ساحه در 30 دقیقه و 45 دقیقه تیر می شدن حال بر 5 دقیقه و 3 دقیقه رسیده و این پروسه کاری ما در این ساحه هنوز هم ادامه داره به خاطر که دو لاین دیگه که به کوتی سنگی میرسه هنوز هم کارش نیمه کار است. و ساحه پل سرخ یک روز ما کار کردیم در اون ساحه کمک مشکلات درباره امید فروشایی که فعلا اونجا هستن برای جای بدیلش مصروف هستیم که جای بدیل پیدا کنیم بعد از به کار عملیش بریم. کارهای کوتی سنگی ما که دوست فروشای مذاکره کردیم، دوست فروشای را قناعت دادیم، با کپه‌دارا مشوره کردیم، اونا مشوره ما را قبول کردن. دانشیار صاحب کپه هایی که تقریبا 18 و 20 سال در اونجا مانده شده بود به تقاضای خودشون به شکل داوطلبانه یار به جای بدیل انتقال دادیم و اون سرکا فعلا برای ترافیک باز است و مردم میتونه از او به شکل آزادانه عبور مرور بکنه. کارهای بسیار مهمه که شهرداری در این قسمت در آینده در پلان داره. هر ساحه که اونجا انتظام پیدا میکنه شکلش منظم میشه به اونجا کارهای عمرانی شروع میشه. شما خود شاید قبول بکنید یک سرک که 20 سال برای آبرین بند باشه و در اونجا استفاده هر از سرک شد و حتما آسیب میبینه، حتما به ترمیم نیاز داره. و سو همه کارهای عمرانی شروع شده. امیال همکارهای وزارت زمونه خطت کار شهرداری قبل اونجا مصروف کار هستن. بعضی موترهایی که هنوز هم به داخل در مساحه مقابل زدران میه یا تا زیر پلوایی میه روزای اول است. همکارهای بخش ترافیک ما، همکارهای تنظیم مارکت های ما عملا به ساحه همه روزه به شمول روزای جمعه و پنجشنبه کار میکنن. روزای اول حتما نمو هنوز استگاه ها مشخص نیست که مردم از کجا استفاده بکنن، کمی بیروبار هنوز هم معلوم میشه. ولی ازدحام کوتی سنگی برتن مژده میتم که دیگه مردم در 20 دقیقه و 30 دقیقه نمیمانه، در دقیقه پنجم و سیم از ساحه کوتی سنگی برآمده میتونه. انشالله زنده و سلامت باشین. روزتان خوش. سلامت باشین. امت الله امین نیازی رئیس نایی امین زی نیازی رئیس نایی سیم بودن که به ارتباط پل سرخ و کوتی سنگی گفتن که بعد از این کسی در اوجه تال نمیخوره، اگر تال خوردن با سر ما ریزه کنیم. همون تو گفتن؟ یا سر ما خدا نشر مانید به عزت خدا باشه. بخیر و بافیت روز بخیر. سلام. سلام علیکم دانشیار صاحب. جور بخیر. جور هستی؟ بخیر هستی؟ قراری صحت خوب باشه. گل دانشیار صاحب ما وقتی شما را زیاد نمیگیریم که مردم هم زیاد زنگ میزنن. نه وقت زیاد نگیریم. فقط یک کسان میکنیم سرکی ارزن که ما تا زمی اوزی شانزه بای سابر کل زمان خان این پس در مینایی نو در می اوزی نو که وصل میشه در سرکی پولیچر خیه از اینا می دبان یک چند سرک در یک وقت پلان بود اینا لی که امیر کورسان میکنم اگر امیر شما پورسان که امیر پلان هست یعنی که امیر چی وقت می وصل میشه یک در ارزن که ما توصل شده و یکی دیگه که مثلا کل زمان خان میبرایا اینا پرسان میکنیم. اینا پرسان میکنیم.
سلامت باشی. از آقای سلطان ایران پرسان میکنیم. با شما هستیم با تلفون هایتان. سلام و صبح بخیر. بخیر و بافیت باشین. روزتان بخیر. زنده باشی دانشورت. از رئیس نمایت تشکر میکنیم. با واقعیت کسی سنگیر بلد مختار باری ترافیک باز دختار. مگر من قصه جالبی دیروز برکن کنم از آقای دانشورت. میروانی. دیروز سرای شمالی پرکنل شاروالی نیست که سرکار با خدا ما به کسی توهین نمیتونیم. در ترافیک جای شرم است. با خدا جای شرم است. گناه سوتار را دست گرفته بودن. ما خود تکتیران هستم. سوتار را دست گرفته بودن. موتره را از ساحه خارج میکدن. موتره را اما ترافیک هست در از اونها تایل میکدن. دوسر جای تاسوب هست. دوسر جای تاسوب هست. یک دوم دیگه اگر احسی شاروالی یا وزارت مالیه یا ترانسپورت همین مترایی که دنوری شار کار میکنن که برای دنیا مثل تکسی واره. من خودم هم تکسی دارم با مثل تکسی. اگر یک تکس وضع کنن برشون اینا کار میکنن در این جاده جاده خراب میشه. شار ما پر از دهام هست. شار ما پر از جود و از غبار هست. اگر نمیده مقابل این از این اینی کار خود اینا پول میگیرن از مردم در مقابل از این به دولت اگر پول بود دردازن دیگه دوسار کار نه دوسار کار خوب بود. یک دیگه همی ساهی دیوانان زیر وزارت معارف قدرینی از مجیس ها ریاست ترافیک استفاضا میکنیم. خواهیش بگیم از امیز دارا که از اینی ترافیک ساهی که بزنن همی سرخ دیوانان در زیر زمینی در سرای صدارت داری ترافیک مزدود از بند است. بس از ما از اوجا برابده نمیتون پیش نهی که تاب مدت داری سرک استاد است دانشان ست سواری میکنه. تشکر. زنده و سلامت باشین. از طریق شما ما هم از نایسی هم تشکری میکنیم و میگیم که هر کسی که یک قدم نیک میورداره بارها در این برنامه نامشان یاد میشه. نیلوفر لنگر سخنگوی وزارت شهرسازی روی خط تلفن هستن. خانم نیلوفر سلام و صبحتان بخیر. سلام صبح شما بخیر و سلام صبح بخیر به شنوندگان عزیز. بخیر باشین. بگوین دیگه هیچ ما سوال نمیکنیم گفتنی هایتان. بخیرم شما را ما اوا رسیده یا می اوای آلوده. والا آلودگی هوای کابل واقعا وحشتناک است. خب در مورد شهرک امارات ما پلان ما برازی شد که تا زمان از ما منتظر بمانیم برای همکارای امارات ما تا تشریف بیارن خیلی زمان خواهد گرفت. ما پلان کردیم که یک برنامه کوچک خود ما بگیریم به طور غیر رسمی یک برنامه کوچک بگیریم و شهرک به مختلف کنش تصمیم بکنیم و بعد زمان کنه آمدن و به اساس صرف دیپلماتی کنم و پروس های رسمی را انجام بتن به خاطر از یک ما بتانیم زودتر بر مردم تسلیم بکنیم شهرک. حالا ما آمادگی همین پروس را داریم. فقط وزیر صاحب شهرسازی منتظر هستیم که تشریف بیارن. اونا متاسفانه با یک مشکل صحی سر خوردن و عملیات شدن در بیرون از کشور. فعلا هم در شفاخانه هستن و در امی روزای نزدیک همی که از شفاخانه مرخص شدن 3-4 روز آینده بخیر برمیگردن افغانستان. با این که وزیر صاحب برگشتن ما انشاءالله یک برنامه کوچک خواب گرفتیم و تلاش ما برای است که شهرک به مستلکی نشستیم. خیلی ممنون. زنده و سلامت باشین. سپاس. نیلوفر لنگر سخنگوی وزارت شهرسازی بود که حال کلگی دعا کنین که وزیر صاحب جور شد. اعلانات بازرگانی با سوال 456 و بیگ بیار جواب بدین برنده 1,000,000 افغانی شوین. پرکشی بزرگ 456 و بیگ بیار انرژی درینک با یک تماس برنده 1,000,000 افغانی از طرف بیگ بیار انرژی درینک شوین. اولین فضانورد افغان چه کسی بود؟ 1. عبدالاحد مؤمن. 2. عبدالهادی مؤمن. همین حالا با 456 با تماس شوید و کلید 17 را فشار دهید تا شامل خوراکشی شوید. بیگ بیر قدرت را احساس کن. 100% حلال. صفایی شهر. آقای بهزاد رئیس تنظیف شهرداری کابل روی خط تلفن من و بخاطر امی کسافات را که در
چند نقطه شهر کابل شکایت شده جواب میتن و یکی از خانوما که لحظات پیش همراه ما تماس گرفتن و گفتن که در بین کجا بوده دیگه که گفتن که کثافات زیاد است. نه نه او پانتون بود کدام چیز نیما در اوجه بود او را هم گپ میزنیم. ایناله آقای بهزاده بیار دیگه بیار که وقت کم است باشیم چتی چتی پر نکن. آقای بهزاد سلام و صبحتان بخیر. سلام صبح بخیر دانشور صبح بخیر باشین. مشکلات شنیدین میشه بالش بپردازین. خب در قسمت پاکاری دریا اداره انکشاف زون پایتخت یک قسمت زیاد از دریا را پاکاری کردن در این سال و انشالله برنامه بعدیش هم آقای بهزاد امی پاکاریتان هم بجای ما دیدیم هم که پاکاری کردین اما بسیاری از دکاندارا را دیدیم که پس اینمی دریا را به معالت اولش آوردن اینمی کثافات خود از این نزدیک سرای 16 و کجا و کجا و کجا تا کجا که بره پس در دریا انداختن. چرا یک قانون نیست که با می متخلفین یک برخورد قانونی صورت بگیره که در آینده دریا باز کثیف نشه؟ جناب دانشور صد ما سر از این هفته که به شب روز شنبه که گذشت ما یک برنامه را شروع کردیم که به تمام دکاندارایی که در مسیرهای عمومی قرار دارن بالخصوص در نواحی مرکزی به خاطر پاک نگه داشتن مسیرهای عمومی از یاد تمام دکاندارا را ما رسما استلام دادیم تا اینکه تا خط نردی هفته زباله‌دانی خریداری بکنن و خریدهای پلاستیکی و بوجی ها را نگهداری بکنند در داخل دکانهایشان و شاروالی کابل سر از هفته نو از درب دکاکین از زیاد زباله هایشان را جمع‌آوری میکنند تا اینکه زباله ها بعد از این در روی جاده نفته و به داخل دریا نندازند و انشالله که بسیار به جدیت این برنامه را ما تطبیق میکنیم و هر کسی که تخلف میکرد دکانش با 3 روز بسنود و یا اینکه 3 روز بسنود اینال صحیح میشه صحیح اینی کار صحیح میشه در این ملکی نمی کن. بله امی نیما از پانتون نیما هم گفتن که کثافات به حد زیاد شده اگر هرچی نایه را گفتیم نتانستن مربوط نایه 6 میشه میره از خیر سرتان یک کار کنید در برنامه میگیرم جناب دانشور صبح انشالله که از این پرسر در این هفته جمع بکش میکنه. خیلی ممنون زنده و سلامت باشین آقای بهزاد. آقای بهزاد هم همکار دائمی برنامه صفای شهر است که با شنیدن کثافات در منطقه‌ای که گفتم میشه به زودترین فرصت خودم میرسانن خیر ببینن. 4-5-6 شهر مزار شریف هستیم. خواستیم در ارتباط میدان هوایی بر شما بگویم که در میدان هوایی یک پرابلم پیدا شده که هر کسی که میخواه بره بیرون بعض نامه در اونجا ثبت است به خاطر ممنوع الخروج و هر کسی یا استفاده میکنن به اون نامه که مبره که تو ممنوع الخروج است اطور یک عکس را نیست که عکس در اونجا باشه یا مکتوب داشته یا در کامپیوتر عکس باشه که امو عکس را در اونجا ببینن و بگن که اینمی آدم ممنوع الخروج است. مثلا به نام یک نفر اگر فرض مثال نام حمید اگر 1000 تا مثلا 1000 نفر یا استاد می همین خاطر خواستم که این موضوع شما با وزارت مالیه یا بخش های سرحدی به جریان بگذارم. حتما باید مزاحمت نکنن. یه خب بسیار بد است که بعضی نفر حمید شما استاد کنید که تو نیستی. ما در این مشکلات داریم مشکلات داریم صحیح دانی کماری نمید خانه ایمت که چند دانه نمید پلسکارا سکن مستارا ده هم هرک بند کرده هم پیاده را بند کرده چند دفع شروعالی مشکلات هم کرده هیچ توجه یا نمیگره که بیاید یا را برسان کرده که نان سرک بند کرده هم پیاده را و هر دو طرف کنس در را پیش شده نبتنه این مشکلات هم هست که دینیم این شروعالی نایش در منطقه دانی چامن دیدی و نیه کسی اگه مرد دوشتون پیش شده نبتنه دیگه ببخشید من شما رو زحمت دادم میخواستم در مورد وزارت افتتاح شهرک امارات که چند قبل سخنگوی وزارت شهرسازی که وعده کرده بودن که 10 جنوری ما ای را افتتاح میکنیم واش که وزیر مریض شد جنوری از لطف نموده در مورد افتتاح شهرک امارات وزارت شهرسازی بپرسید چی وقت افتتاح میکنن
چون هفته قبل سه شنبه قبل وعده کردن تماس میگیریم و اما شما در بعضی تماس های دیگه که مصروف شدین از تماس گرفتن از پشتان مان لطف نموده خواهر محترم موضوعی که از تاریخ وزارت شهرسازی معلومات بگیرین که این موضوع افتتاحی با بخاطر که پیام شما رسیده بود سود تماس گرفتیم و گفتن که با جور شدن وزیسه بریم پیش یک از تاویز بگیریم زود جور شد اولا خداوند زود صحت بتیش یک چوفش که تو هم یکان وقت چوفت هم به جای نمیخوره از چوفش گده من بره اینه چوف شد چوف چی یک کلمه است بله سلام صبحتان بخیر اقبت بخیر میبخشین ما شما را از کتی سنگی بزامت ساختیم مهربانی قربان ما از این سر چارایی موترها را تستاده میکنه در میسه سر چارایی نینال او پس شد موترها استاد شد خواه در پر چارایی که لین چارایی قنبر است اینجا در لین چارایی قنبر سه ازگاجو کردن یکی آخر پل یک سر چارایی یکی داخل کوچه امیده بیبی در داخل کوچه کسی عده قانونی است دیره اون ترانسپورت جای برازمی موترها مشخص ساخته ایج بای دیگه جور شده دو سال است ما برای دیده ایج ترانسپورت شهری میگیم یعنی می چطور میشه امروز و سبا سه ازگاه بر ما در ایج جور کرده ما که در ایج در نوبت استاده میکنیم اف بجه استاده میکنیم ده بجه نوبت میرسه ده بجه استاده میکنیم یک بجه ما از صبح تا شام سه پیره چهار پیره از داخل کوچه ما چرایی قنبر میریم یعنی موضوع تنه برای سبینای سیم میرسن آه گرفتیم برادر ما در صفحه فیسبوک گفته که یک سوال کردن که آیا اردوی ملی از افغانستان است یا نه یا برای وطن خون خود خون میته یا نه به خاطر که برای پلیس معلم مامورین برشان زمین توزیع شده و از اردوی ملی چیز درک نداره میته و ما گفته از خانه ما دور هستیم خانه ما در غزنی است ما در کابل وظیفه اجرا میکنم و خانه ما کرایه است هر وقت بر ما زنگ میه که کرایه را بیارین اونجا قال مقال میکنه سر فامیل ما بسیار زیاد نوشتن ما همیشه یادداشت کردم روی مسئولین صحبت میکنیم تشکر از اینا بگو باشه باش که خبر عاجل وارست چی رقم بسم الله سلام به شما دانشور صاحب سلام به همه در شهر جلال آباد سر وسایط زرهی اردوی ملی بیرقای داعش بلند کرده بودن باز مردم اعتراض کرده بودن که این بیرقای داعش به چی معنا در بالای سر وسایط زرهی اردوی ملی باز پس وزارت دفاع واکنش نشان داده روزنامه 8 صبح حالا گزارش داده گفته که ای به خاطر خوشحالی هرچی بیشتر سربازان اردوی ملی بود و این گونه خوشحالی دیگه شرح بیشتر دیگه با شما صرف بخاطر یعنی خوشحالی که از بین بردن البته از بین بردن دایش بیرقش بلند کردن خب او رو باید گزارش دادن بخی سرچپه ای کار کردن زنده و سر دابله خوشحالی دکنه تو آقای سلطانی وقت ما والا کم میمانه بخوده آقای سلطانی صرف سلام صبحتان بخیر سلام بر شما جناب دانشجو و شفاف سر و تمام شنونده های عزیز رادیو یارمان مشکلات انشالله شنیدین دیگه که وقت کم است بسیار تشکر از تمام شنونده های عزیز ما که مشکلات خود در میان میگذارن بله. در رابطه با یکی از شنونده های مرافعی شنید داده که گفته بودن دریای کابل از پل مکیزان به طرف چرخی مشکلات داره در این قسمت عرض بکنم که شاروالی کابل و همکارایش نادر همکار ما همشاله قسمت های از دریای کابل به پلان داریم و چنانچه جناب بیزاد سرم پیشتر اشاره کرد در قسمت دریای کابل امسال توسط همکار ما در انکشاف گونه پایتخت پاکاری شد و بعضی قسمت هایش که قسمت های دیوار های استنادی و بخش های مربوطی شد همشاله در پلان های ما هستند و انشاله که سال به سال در دریای کابل بهبود به میان میاد در بخش وضعیتش اینا در بخش یکم شهروند ما که گفته بودند از باشندگان سر کوتل بود و گفتند که موترهای کسوی کوتل من توجه نمیشه به اونا باید عرض بکنیم که تمام نقاطی که ازدحام است در سطح شهر کابل در پلان شهروالی کابل هست و یک به یک اصلاحات انشاءالله که این پلان تطبیق میشه و ما در ماهای آینده انشاءالله که تمام نقاطی که ازدحام داره چنان که آغاز کردن کار در اصلاحاتش این پلان تطبیق میشه و اونا مطمئن بشن در قسمت مشکلی که از ماهی 11 عنوان شده بود که گفتن گویا درختان ور میکنن و روی جاده مندازن
اما همیشه سروالی کابل به مخصی که به همچه موضوعات برمیخوره و یا گزارش های به دریافت میکنه به دوترین فرصت اونجا اقرام میکنه و کسایی که به این کار دست میگنه اونا رو مجازات میکنه. چنانچه در تای سال روان در صافی مکتولیان هم یکی از شنوانده ما یک درخت قطعی کرده بود که شروالی کابل اونا را مجازات کرد، مجازات جریمه نقدی و همچنین بعضی توضیح ها و بعضی گفه دیگه دارم. ببخش ما قیش میتونی امی ناهی یازده را امروز هم شکایت بود، امی مشکل حل نشده حالا هم درخت ها را قطع میکنم. آه درخت ها را بگر نمانین سه برخورد قانونی کنین سه. بله ایر ما آلی یادش گرفتم و این موضوع بسیار جدی است. وقتی که یک شهروند درخت وقت کنه درخت ارزش بسیار زیاد داره برای شهر، برای کاهش آلودگی هوا و تولید اکسیژن. ایر ما یادش گرفتم این بودم برای رئیس به ناحیه دادم تاکید میکنم. و دیگه موضوعی که به ارتباط یک ترافیک ما شکایت آمده بود که گویا از طریق سلام علیکی و اینا باعث ازدحام شده و بیروبار ایجاد کرده. این موضوع بسیار نو بود در ما و ایره بخم یادش گرفتم از من با مدیسه و ترافیک مطرح می سازن. خیلی ببینید و انشالله تمام مشکلات مورد رسیدگی قرار می گیرد. خیلی ممنون آقای سلطانی، زنده و سلامت باشین. همین سرک خلای زمان خان هم با سیما جان برتان میگه که نیمه کاره ایلاش کردن که امور هم باز اگر وقت برنامه باشه که ما یک روشنی تون بگم در قسمت یک دقیقه وقت داریم سیب یک دقیقه. در صافی قلی زمان خان ما دو سرک بسیار مهم در زیر کار داریم که کارش جریان داره، سرک 60 متری قلی زمان خان و سرک بالای قلی زمان خان است و متاسفانه در بعضی قسمت ها با مشکل استملاک ما روبرو بودیم. امسال که یک قسمتش حل شد و یک قسمتش هنوز هم باقی مانده، ولی کار ادامه داره، کار بدن سازی سرک چون فصل سرما فرا رسیده و انشاءالله که با مساعد شدن هوا دوباره کارش ادامه پیدا میکنه و شنونده عزیز ما در یک قسمت مطمئن بشن. خیلی ممنون، زنده و سلامت باشید. زنده باشید. با گفای آقای سلطانی گفه و برنامه رو بپایم میرسانیم. دیگه مشکلت امروز که من برشان ایمیل میکنیم هفته آینده صحبت میکنم. خدا یارت. خدا یار شما باشه. خدا حافظت.